سلام میکنم خدمت دوستان گلم، امیدوارم هر جا که هستید دلتون خوش باشه، تنتون سلامت. انقدر عادت کردم اینجوری سلام علیکم تو کانال داستان، الان یه دفعه داستان میگم. ولی اول از همه بگم که بعضی از کامنت های شما منو وادار کرد که ویدیو امشب رو بسازم. دو تا اول بگم که چه کامنت هایی. یکی این که شوهرت مگه چی کار است که همش داری غذاهای خوب میخوری و همش داری میگرد. یکی این که چقدر شما همش گردش و این طرف اون طرف هستید و بیغمید و ککتون نمیگزه در مورد حالا مشکلات اقتصادی و هر مشکلی که برای بقیه پیش میاد. حالا به غیر از این کامنت ها در مورد سختی های کارمونم بگم. هر کاری سختی داره اینو میدونم، ولی سختی های کار یوتیوب هم خواستم براتون صحبت کنم. این بود که اول از بحث درآمدش خارج نشیم که اصلا نمیتونیم انکار کنیم این بحث رو. خب هر کاری که ما انجام میدیم درآمدی داره و درآمد یوتیوب هم به ازای اون سختی که میکشی و ویدیو تهیه میکنی و حالا بقیه مسائل درآمد داره، که من خدا رو شاکرم. اولا این ناشکریه که بخوام از اول شروع کنم از مشکلات کارم بگم. خدا رو شاکرم که توی این سن و سال تونستم که شغلی داشته باشم، مستقل باشم. بحث سختی هایی که هست اینه که اولا خب چون همه هم نظر و هم عقیده نیستن، خیلی از افراد پیش میاد براشون که سوالاتی میپرسن از ما. حالا اینا دو دسته تقسیم میشه. اولا یه سری از کامنت های منفی هستن که من منظورم از منفی حالت توهین هست، نه انتقاد. اتفاقا کامنت هایی که انتقاد هست و با من صحبت میکنن در مورد حالا کجای کارم اشتباه بوده، انتقاد میکنن در مورد قضا یا هر چیز دیگه، این کمک میکنه که من خودساخته تر بشم، بهتر بتونم ویدیو بسازم، اصلا کارم خیلی ارتقا پیدا میکنه. این از این. ولی کامنت های منفی میگم منظورم توهیناییه که حالا نمیدونم از کجا منشأش هست، ولی خب دیگه توهینه، یعنی ما به هر کس این حرفا رو بزنیم توهین به حساب میاد نه انتقاد. بماند که انقدر کامنت های خوب و پرمهر ما داریم، حالا هممون ماماینا خاله، که منفی ها رو میشوره میبره، اصلا تو فکر ما نمیمونه. فقط همون آن که نگاه میکنم میگم یعنی چی باعث میشه که در این حد با تنفر یه چیزی بگی، یه کلن عقیدمون رو به طرف بگیم. این از این. حالا قرار شد که من سختی هاشو بگم. یکی این که میپرسن شما همش این طرف اون طرف گردش هستید، براتون بگم. اولا چون ما این یوتیوب شغلمون محسوب میشه، باید برنامه بذاریم. یعنی اگر من مخاطبینی دارم و قراره که براشون هفته ای 3 بار هر بار برنامه بذارم، اینو وظیفه خودم میدونم و شغلم ایجاب میکنه که این کارو بکنم. حالا چطوری؟ درخواستایی هست در مورد پختن بعضی از غذاها که خب خیلی میگن این غذا رو درست کنید. خب ما خودمون موظف میدونیم، چون من میخوام مفید باشه کانالم، به کامنت ها خیلی توجه میکنم برای غذاها. یا اینکه میگن ما دوست داریم برید پارکی که ما خاطره داریم ازش یا محله‌ای که خاطره داریم ازش، اونجا رو به ما نشون بدید. خب بریم سراغ ادامه ویدیو. اینم یکی از مشکلات که من دیدم شالم خیلی لیز میخوره. اومدم مثلا این شال شاد سرم کنم سفید باشه، ولی خیلی لیز میخورد. از اون ترفند تلی هم که واسهتون گفتم، اینجا اون تل نبود که بخوام فیکسش کنم، شالمو عوض کردم. خب تا اینجا گفتم که برای درخواستای شما. حالا ما از 10 بار که حالا بیرون برای خودمون میریم، یه موقع میریم خرید جایی، 6-7 تاشو با درخواست های شما میریم. میریم محله های قدیمی یا محله هایی که درخواست داشتید. اینطوری میشه که یه حالتی میشه که بعضی ها میگن شما همش بیرونید و تو خونه کاری ندارید، و که این واقعا کار ماه. یعنی یه روز کامل رو من میذارم، من خب 2 تا بچه تو خونه دارم، بالاخره کار دارم، این کار رو میذارم خب به خاطر شغلم میرم انجام میدم. گاهی اوقات پیش میاد با مامانم اینا قرار میذاریم بریم پارکی، حالا برادرم هست، مثل همه خانواده ها میریم اونجا. خب احتمال داره که توی این راه گرم باشه، سخت باشه، یا اون جایی که ما میخوایم بریم
حالا فرش پهن کنیم بشینیم و اینا سختی داره. خب من سختی ها رو واسه شما نمیذارم. حالا مثلا نگین اینجا پاش پیچ خورد، اینا رو نمیذارم که شما خب ناراحت بشید. یه تیکه ای از چیز مسائلی که باعث شده خوش بهمون بگذره توی اون روز رو میذارم برای شما که به شما حال خوب انتقال بدم. و گاهی اوقات پیش میاد چند ساعتی که بیرونی، مثلا من گوشیمو برمیدارم یک ساعت و نیم مثلا جدا میشم از خانواده و میرم از جاهای دیدنی، از جاهایی که میدونم برای شما قشنگه براتون فیلم میگیرم، چون میدونم همراهان منم بیشترشون هم عقیده با خودم هستن، جاهای سنتی رو دوست دارن، قدیمی رو دوست دارن، اینا رو میرم فیلم میگیرم. گاهی پیش میاد که حالا به من میگن، به عنوان مثال میگم شما میگو سوخاری درست کنید. این اتفاق افتاده بود برام اوایل که زنداداشم کانال نداشت، گفتن چون شما زنداداشتون جنوبیه حتما میدونه که چطوری میگو سوخاری درست میشه، برای ما تجربهش رو بذارید. شاید پیش میومد که من این میگو رو به اندازه‌ای که میخواستم آموزش بدم میگرفتم و از زنداداشم میپرسیدم، آموزشش رو میذاشتم. فقط برای آموزش من اینو تهیه کرده بودم که خب انجام بدم و ارائه بدم. ولی خب بعضی موقع کامنت هایی هستش که میگن که شما بی خبرید از قیمت ها، یا خیلی اینو این خودشون بگم که مردم نون ندارن بخورن بعد شما میگو میخورید. اینا هم برای ما اتفاق میفته که میگم چون کامنت های خوب زیاده ما انگیزه رو داریم. ولی خب اینم بالاخره آدم اعصابش خورد میشه، سختی کار ما اینم هست. و اینکه به غیر از کارهایی که توی خونه میخوایم انجام بدیم، یه خانم خانه‌دار باید یه چند ساعتمونم بذاریم برای حالا اگر آموزشه، اگر ولاگه، اگر یه صحبتی میخوام با شما بکنم. و کلن اون روز شاید من بتونم با لباس خودم، اگر که خودم باشم، با همون لباس خونه غذا درست کنم. یا چندین بار بهتون گفتم برم سر یخچال اینو بردارم آماده کنم غذا درست کنم، ولی چون اسم آموزش میاد روشو، چون همه میبینن من باید لباس مناسب بپوشم، باید کامل وقت بذارم، خونه ساکت باشه، بچه ها تلویزیون نبینن، اینا همه آماده بشه که من بتونم برای شما ویدیو بگیرم. به عنوان مثال یه غذایی که برای ما خانوما که میخوایم درست کنیم یه موقع یه ساعت نیم ساعت وقتمون رو میگیره، چون حالت ویدیو پیدا میکنه 2-3 ساعت از وقتمون رو میگیره. مواد اولیه رو آماده کن، حالا صحبتهایی بکن که مفید باشه. و اینا رو میگم که برای کسانی که گفتن سختی کارتون چیه، اصلا نمیخوام گله گذاری کنم. و یه مورد دیگه بود میخواستم باهاتون صحبت کنم، اینجا نوشتم یادم نره. نگین چند وقت پیش یه ویدیو گذاشت، دقیق یادم نیست که تو این هفته گذاشت، که ما رفتیم مجدیه خرید کنیم. من تولد همسرم بود، رفتم براش کادو بخرم. و چند تا مایحتاجی که من فکر میکنم دیگه در همه رده های طبقاتی اینا رو خرید میکنن، چون چیز آنچنانی ما نخریدیم. و اینم بگم که ما اون روز که رفتیم خرید، من بودم، خواهرم بود، نگیم بود و حتی مامانم که نبود به ما گفته بود برای من حالا این چیزو بخرید. کامنت بود که شماها چطور انقدر خرید میکنید تو این اوضاع گرونی، کسی نمیتونه اینجوری خرید کنه. در صورتی که ما این خرید برای 4-5 نفر بود، اینا رو اصلا در نظر نمیگیرن بعضی از افراد. خرید خود من یه رنگ مو بود که خب حالا میخواستم معرفی کنم برای دوستان. یه رنگ مو بود که خب من عقد پسر خواهر شوهرمه، میخوام تو خونه یه رنگ روی مو هم بذارم. یعنی هر خانم ایرانی فکر کنم این کارو میکنه. و این اسپری حالا ضد عرق بود که همه خب میخرن در ما، اینم هست. یه پیرن برای همسرم خریدم، نگین همه رو نشون داد. ساناز همراه ما بود، ایشون هم یه دونه از این نرم کننده ها، حالا یادم دقیق نرم کننده و چند تا چیزای ریزی که لازم داشت گرفت. و مامانم به ما گفته بود که برای من چند قلم وسیله بخرید. ما اینا رو خرید کردیم و نشون دادیم. وقتی که اینطوری میگن، میخواستم این توضیح رو بدم، اینم یکی از سختی های کار ماه که خیلی باید ما مراقب باشیم. در صورتی که چون ما یه رده متوسط هستیم، خریدهای خیلی متوسط داریم و پیش میاد که در 3-4 ماه یک بار میریم خرید، اون خرید رو میذاریم برای دوستان، چون دوست دارن، چون میخوایم حالت ولاگ بشه، اینو میذاریم که بگیم که اینا رو خریدیم. و اینا فکر میکنن که ما همیشه توی خریدیم، همیشه چه چیزای آنچنانی میخریم، در صورتی که من تعجب میکنم ما نشون میدیم.
یا اینکه اینو براتون بگم که آها، ما اون روز یه آب هویج خوردیم، یعنی من خودم یه آب هویج خوردم، یادم نیست چی خورد، یه آب میوه. اون روز من واسه تون بگم که میگن اصلا توی اینستاگرام هم میگن که قسمت‌های خوب زندگی دیگران رو میبینن افسرده میشن، حالا دعواهاشون یا اعصاب خردی‌هاشون رو نمیبینن، فقط خوشی میبینن، ناراحت میشن یه سری. الان اینم این بود، ما اون روز که میخواستیم این کارو بکنیم و خرید کنیم، هم من گفتم خریدامو انجام میدم، هم نگین حالا بلاگ میگیره. این ما دیگه از خونه که سری اومدیم بیرون، کارامونو کردیم اومدیم بیرون، تهران هم که خودتون میدونید از این سر تا اون سرش کلی وقت آدم تلف میشه. تا ما تو ترافیک رفتیم و رسیدیم و این خریدا رو انجام دادیم، نهار اصلا نخورده بودیم. شبم برگشتیم و تون تون یه شامی درست کردیم و میگم یعنی مشکلاتی که تمام خانواده های دیگه دارن ما هم داریم. من خودم نهار درست کنم، شام درست کنم، بالاخره بچه ها کار دارن، خونه زندگیم کار داره، در کنار اون دارم این کارو انجام میدم. اتفاقا داشتم چند وقت پیش تو اینستاگرام همینطوری چک میکردم، نگاه میکردم، قسمت اکسپلورش دیدم یه کافه رستوران زده که موسیقی زنده داره و حالا خیلی نوشیدنی خوشگل زده بود. نظرم جلب شد و رفتم نگاه کردم توی پیجش، دیدم که به قدری قیمتش گرونه، مثلا یه بشقاب دریایی و زده بود 1800 که کوچولو، که ما ایرانی هم با اینقدر سیر نمیشیم، یه چیز کوچولو 1800 که بعد دقت کردم دیدم که نه به تومن و فکر کنم به ریال و اینا هیچ کدوم نبود. خیلی تعجب کردم، گفتم آخه کی میره اینجا؟ و از همه تعجب برانگیزتر این که استوریشو وقتی نگاه کردم دیدم که زده، حالا ساعت 5:06 روز جمعه بود، 5:06 عصر روز جمعه، دیدم که زده که واریزی نکنید، رزرو نداریم و امشب پر شده کلا این کافه. اینقدر تعجب کردم که من که مونده بودم کی میره اینجا و چرا اینقدر گرون و کسی نمیره، پر شده بود. یعنی الان یه طوری شده، حالا با احترام به کسانی که وضع مالی خیلی خوبی دارن و اینا، نمیگم اشتباه میکنن، منظورم اینه که به ما وقتی که حالا یه قیمه درست میکنیم، یه گوشت درست میکنیم، میگن که شما از کجا میارید، مردم ندارن بخورن. اینو برای خودم سوال شد و خیلیم کلنجار رفتم که به شما نگم، ولی دلم میخواست بگم که به ما وقتی که اینجوری میگن پس اینا کیان، پس این قیمتا هم هست، هستن کسایی که میتونن این قیمتا رو حالا بدن و برن برای یه شب حالا بیرون تفریح کنن. اینم از این. آها اینجا نوشته بودم یادم رفت، یه دمنوش گلگاو زبونش 88 تومن بود یه دونه لیوان. سختی دیگه هم اینه که حالا ما برنامه‌ریزی کردیم، کارامونو کردیم، یه جایی می‌خوایم بریم فیلم بگیریم، یه موقع‌ها اینقدر یه جاهای شلوغه، اینقدرم گوشی دزدی زیاده، اینقدر با ترس و لرز من این گوشیو می‌گیرم فیلم می‌گیرم، و خیلی‌ها اونجا به هم یه موقعی آقایونی میگن که خانم مواظب باش یه دفعه گوشتو برمی‌دارم می‌برم، خیلی با ترس و لرز اونجا برای شما فیلم می‌گیرم. یا اینکه یه جا می‌ریم خیلی خوب برنامه‌ریزی شده، می‌ریم اونجا میگن که حق فیلمبرداری نداری، خیلی ناراحت میشم، دلم میخواد اون زیبایی ها، اون چیزایی که دلم میخواد شما ببینید و ببینید، ولی میگه اصلا نمیذاریم ما فیلم برداری کنیم. این دیگه خب خیلی حالمون گرفته میشه. کلا در کنار کار خانوادگی که داریم، مثل کارهای دیگه، مثل خانمایی که کارمندن که یه ساعتایی باید بذارن برای کارشون، ما هم همینطوره. کسانی که میخوان این کارو شروع کنن فکر نکنن که خیلی راحت از کارهایی که دارن حالا روزمره انجام میدن میتونن فیلم بگیرن، میشه ولی به سختی. خب چون جلوی دوربین میخواید وایستید نمیشه هر مدلی بیاید، یا اینکه خیلی صحبت ها رو نمیشه کرد. مثلا من کانال داستانم که اینقدر من با این کانال داستان ارتباط برقرار کردم و با دوستان، که اولا که خیلی مهربونید، واقعا ایرانی ها میگن مهربونن، حالا کشورهای دیگه هم مهربون دارن، حالا من کشور خودم میگم، اینقدر براشون مهمه که من گاهی اوقات مشکلات دوستان رو میگم، مشورت میخوام، توی کامنت ها مینویسن، خب راهنمایی میکنن، تجربیاتشون رو میگن، درست مثل دکتری که میریم پیشش مشاور و با تجربه خودشون میگن، و اینقدر براشون هموطنشون و حالا دوستان مهمن که گاهی اوقات میان توی تلگرام من و به فرد مورد نظر که مشاوره میخواسته میگن اینو بگو، من این تجربه رو دارم، بهش بگو این کارو بکنه.
این از نظر من خیلی با ارزشه، خیلی افتخار میکنم که ایرانی هستم و اینقدر ماها اصلا قلبا میتونیم همدیگر رو دوست داشته باشیم، مشکلات خودمون رو دخالت بدیم توی مشکلات همدیگه و به هم کمک کنیم. برای کانال داستان خیلی خوشحالم، چون به تازگی هم یه طوری شده که خیلی مشاوره میگیرن از همدیگه، یه جمع دوستانه شده که خیلی حالا به نظر من مفیده. و توی کانال داستان اینو بگم براتون، کامنت هایی که حالا هم تو آشپزی هم داستان اینه که، یعنی یکی از این کامنت هایی که خیلی انگیزه میده به من که اگر گاهی اوقات دادم دیدید خسته میشه، حوصله نداره، اصلا هر کاریو ویدیو میخوام بسازم، یه دفعه حالا یه مشکلی توی زندگیم پیش اومده، حوصله ندارم، باور میکنید که پیامای بعضی از دوستان که میگن که ما ولاگای شما باعث میشه ما تو قربت دووم بیاریم، اینقدر من از این کامنت ها داشتم که دور همیای شما باعث میشه یاد ایران بیفتیم، یا اینکه کلی بخندیم، یا اینکه به امید ولاگ شما، به امید دور همیای شما، ویدیوی شما ما میایم حالا توی یوتیوب. اینا اینقدر باور میکنید انگیزه میده به من، حالا به ماما اینا هم همینطور، که گاهی اوقات میخوام یه موقع ویدیو اینا نذارم، انگار که دوستان، تشویق دوستان باعث میشه که من انگیزه بگیرم و این کار رو انجام بدم. داستان هم همینطور، یعنی بالای 90% قشنگ میتونم به جرئت بگم 95% از کسانی که همراه هستن با داستان میگن که ما شبا که میخوایم بخوابیم داستان شما رو پلی میکنیم، به حالت ریلکس میشیم، آرامش پیدا میکنیم، داستانا رو گوش میدیم. این هم همینطور، این هم دیگه، چون ببینید برای داستانم خیلی سختی ها هست، ویس میدن دوستان، گاهی اوقات ویس میدن که خیلی ناراحت میشن، من گفتم براتون خودم با اونا ناراحت میشم، اینکه جا به جا صحبت ها هست، من همه رو باید کنار هم بچینم و با خودم فکر کنم اگر یه شغلیه، مثلا به عنوان مثال یه خانومی حالا یه کار اشتباهی کرده و شغلش حالا یه شغلیه، من شغل رو نمیگم، میگم شاید یه نفر همچین شغلی داشته باشه و ناراحت شه، اینا رو خیلی حواسم هست که نگم. یه خانومی بود، خانم زهرا، که گفته بودن شوهرشون ازدواج مجدد کردن و اینا، حالا کسانی که همراه هستن میدونن که خیلی ها گفته بودن که شما چرا گفتید کار خوبی کرده ازدواج کرده، من نگفتم کار خوبی کرده، تازه اینقدر مواظبم، یه موقع اینجوری هم پیش میاد. گفتم اون خانم چون یه بچه‌ای داشته که طبیعی نبوده حالش، به خاطر حال بچه‌ش حالا این از خود گذشتگی کرده و براشون تا جایی که بشه اول داستان دیگه میرم توضیح میدم اینو. ولی کلن بهتون بگم از نظر خود من کارمون خیلی به من انگیزه های خوب میده، یعنی انگار که مفید واقع شدم، انگار که از اقصا نقاط جهان دوست پیدا کردم که در حالت عادی نمیتونست اینطوری باشه، محدود میشد تو فامیل و دوستای خودم، با نظرهای مختلف، با اینکه چه تجربه هایی دارن میان صحبت میکنن، خوشحال میشن میگن من از کانادا هم، مثلا من از آمریکا هم. خیلی احساس خوبیه که بدونید از راه به این دوری هموطنان هستن و دارن دنبال میکنن، و همچنین از خود ایران، بعضی از دوستان از تبریز، اردبیل، قم، خیلی از شهرها همراهمون هستن و از همشون هم تشکر میکنم. الان اسم چند تا از دوستانم بود که میخواستم بگم، قول داده بودم بهشون، پیدا کنم. یکی از دوستان که به من گفتن که خانم سمیه حجاوی گفتن که سلام نرگسشون، انشالله که شاد باشید، من و دخترم یگانه برنامه های خانواده شما رو از فرانسه دنبال میکنیم، ممنون میشم که اسم دخترم رو تو برنامهتون بگید. یگانه جون مرسی که همراهی میکنید ما رو، مرسی از شما سمیه عزیز که لطف دارید به من. و اینکه خانم الهام زوکایی که خیلی همراه هستن، هر بار حالا برامون کامنت میذارن، اینجا گفتن که وقتی که خونوادگی شما ولاگ میذارید، دخترم 8 سالشه، تا میبینه خونوادگی ولاگ گذاشتید میاد نگاه میکنه برنامه‌تون رو و خیلی شماها رو دوست داره. مربای آلبالو هم گفتن با مربای آلبالو میتونم شیرین پلو بپزم. این برای من خیلی جالبه که ایشون میگن من با دختر 8 ساله، به خودم افتخار میکنم که من با این سن یا خانواده من، خب بچه توی ما نیست، ولی بتونیم که یه بچه 8 ساله رو با خودمون همراه کنیم. اینم خیلی جالبه برام که
واقعا خدا رو شاکرم که این توانایی رو به ما داده، یا این خوشحالی رو به ما داده که از طرف یه بچه هم ما دنبال بشیم، از طرف یه دختر بچه. و خانم بهار عزیزی گفتن که من از افغانستان برنامه شما رو تماشا میکنم و اینکه اگر کامنت منو میخونید اسم منو بگی. مرسی خانم بهار، من از افغانستان خیلی دنبال کننده دارم، خیلی مهربونن. قبلش هیچ آشنایی با کسانی که تو این کشور بودن نداشتم. خب حالا بقیه افراد خب ایرانی هستن تو کشورهای دیگه، ولی کسی که افغانستان باشه خب معاشرت نداشتم. از بعد از این خیلی دوستانه که از افغانستان هستن، حالا کشورهای دیگه هم هستن ولی اصلیتشون برای افغانستان هست، با من خیلی صحبت میکنن، حالا از طریق تلگرام شده یا اینکه کامنت ها، باشون برخورد دارم. واقعا از روحیاتشون خبردار شدم که چه اخلاقی دارن، اخلاقشون چقدر به ما ایرانی ها نزدیک، مهربونن. اینا خیلی جالبه خلاصه. و در آخر سرتون رو درد نمیارم بگم که من خیلی خوشحالم که کانال زدم. برای دوستانی هم که میخوان یوتیوب وارد بشن، کار سختی نیست. اولا که هر کاری سختی داره، مخصوصا اوایلش که تا بخوایم حالا راه بندازیم و اینا سختی داره، ولی توکل کنم به خدا سختیارم اگر که میخوان این حال خوبو داشته باشن به جون بخرن و شروع کنن، از چیزی هم نترسن. سرتون رو درد آوردم، مرسی که همراه هم بودید تا الان. مثل ویدیوهای دیگه باهاتون صحبت کردم. اتفاقا میخوام چند تا مشورت هم ازتون بگیرم که توی یه برنامه دیگه باهاتون صحبت میکنم. و باز هم تشکر میکنم که نشستید پای صحبتهای من. مثل همیشه شب و روزتون خوش، به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.